سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. چرا تماس چشمی در ارتباط غیر کلامی اهمیت داره؟ برای یافتن اهمیت این موضوع باید به چشم به عنوان یک ابزار نگاه کنیم و ببینیم از اون چه استفاده هایی میشه. متاسفانه امروزه گوشی های هوشمند گویی سبقت رو از انسان ها رو بودن و مجالی برای برقراری ارتباط چشمی اونها به هم نمیدن. دریغ کردن نگاه راهی برای نشون دادن خشم و غضبه. موقع پنهان کردن دروغ در چشم طرف نگاه نمی کنیم. خیره نگاه کردن نوعی تجاوز به حریم شخصی انگاشته میشه و به طور کلی با نوع نگاهمون میتونیم سبب شادی، غم، ترس و تعجب دیگران بشیم. میشه گفت یک جفت سلاح قدرتمند در اختیار داریم که نوع استفاده از اون به خودمون بستگی داره. ارتباط چشمی بیش از حد به طور غریزی با گستاخی، خصومت یا تکبر در ارتباطه. اما در محیط کاری، ارتباط چشمی بیش از حد ممکنه با نیت عمدی برای تسلط یافتن، ترسوندن، تأخیر کردن یا القای حس معیوب بودن به فرد مقابل همراه باشه. بنابراین اگه هنگام برقراری ارتباط چشمی با دیگران یکی از این مقاصد رو در سر دارین، بهتر از این کار اجتناب کنین. از سوی دیگه ارتباط چشمی کم هم میتونه شما رو معذب، بیمیل یا ریاکار نشون بده. برای مثال یک بیمارستان بزرگ محلی در تحلیل شکایات بیماران دریافت که 9 نامه از 10 نامه شکایت به ارتباط چشمی ضعیف پزشک با بیمار اشاره داره. نقطه ضعفی که از دید عموم به خاطر اهمیت ندادن یا فقدان توجه پزشک به بیماره. مدت زمان مناسب برای برقراری ارتباط چشمی که سبب ایجاد حس توجه و اعتماد دو طرفه میشه بسته به موقعیت، محیط، نوع شخصیت، جنسیت و تفاوت‌های فرهنگی مختلفه. اگرچه طبق یک قاعده کلی، ارتباط چشمی مستقیم حین یک مکالمه که بین 30% تا 60% از مدت زمان مکالمه متغیر باشه، یک جو صمیمی و پربار رو ایجاد می‌کنه. در نظر داشته باشین که وقتی شنونده هستین، ارتباط چشمیتون بیشتر و وقتی گوینده هستین، ارتباط چشمیتون کمتر میشه. حالا بیایید با هم حقایقی رو بررسی کنیم که احتمالاً تا به حال ازش خبر نداشتین. ارتباط چشمی یک حس پیوند قدرتمند و ناخودآگاهانه ایجاد میکنه و این پیوند حتی با چشمان نقاشی شده یا عکس گرفته شده هم برقرار میشه. حقیقتی که توسط محققان دانشگاه کورنل ثابت شد. این محققان نگاه خیره خرگوش کارتونی روی جعبه‌های کورنفلکس تریکس رو دستکاری کردن و از گروهی از بزرگسالان خواستن یکی از اونها رو انتخاب کنن. چیزی که این محققان دریافتن مطابق انتظارشون بود. جعبه‌ای که اغلب بزرگسالان انتخاب کردن جعبه‌ای بود که خرگوش روی اون مستقیم تو چشاشون نگاه می‌کرد. زمانی که از موضوعات شرم‌آور، ناراحت کننده یا غم‌انگیز صحبت می‌کنیم یا در حال زیر و رو کردن افکار و احساسات درونیمون هستیم، ارتباط چشمیمون کم میشه. هنگام صحبت با افرادی که دوستشون داریم، تحسینشون می‌کنیم یا زیر دستشون هستیم، ارتباط چشمیمون زیاد میشه. در مکالمات صمیمانه‌تر، طبیعتاً بیشتر به هم نگاه می‌کنیم و خیرگی نگاه رو مدت زمان بیشتری حفظ می‌کنیم. در واقع بر اساس میزان ارتباط چشمی روابط رو قضاوت می‌کنیم. هرچی ارتباط چشمی بیشتر باشه، رابطه نزدیک‌تره. زنان بیشتر از مردان با فردی که در حال صحبت با اون هستن ارتباط چشمی برقرار می‌کنن. این یکی از دلایلیه که زنان مکالمه رو در رو ترجیح میدن و مردان به صحبت کردن در حالت ایستاده کنار هم قانع هستن. مردم معمولاً در آسانسور، مترو، اتوبوس‌ها و قطارهای شلوغ از ارتباط چشمی اجتناب می‌کنند. در آسانسور که مقابل در می‌ایستیم و در مکان‌های دیگه به گوشی‌های هوشمندمون زل می‌زنیم، چون وسیله‌ایه برای کنترل عدم امنیتی که از ترس حمله شدن به حریم شخصیمون احساس می‌کنیم. پیشخدمت‌ها از عدم ارتباط چشمی به عنوان یک ترفند استفاده می‌کنن تا به مشتریان این سیگنال رو ارسال کنن که من اونقدر سرم شلوغه که الان نمیتونم به کارتو رسیدگی کنم. کارمندان هم اغلب با پیدا شدن سر و کله رئیس، به ویژه وقتی به نظر میرسه اون سال سختی داره یا
یا به دنبال داوطلب برای انجام کاریه، نگاهشون رو از اون میدوزن. دانش آموزان هم وقتی معلم میخواد درس جلسه قبل رو بپرسه، از این ترفند استفاده میکنن. مهمترین بخش از زبان بدن که نشون میده فرد در حال دروغ گفتنه، اجتناب اون از برقراری ارتباط چشمیه. برخی از افراد، به ویژه کودکان، نمیتونن هنگام دروغ گفتن مستقیم به چشمان شما نگاه کنن. اما بسیاری از افراد، به ویژه گستاخترین اونها، برای راست جلوه دادن دروغشون بیش از حد ارتباط چشمی برقرار میکنن و به طولانی نگه داشتن اون اصرار دارن. اگه یه گوینده هنگام صحبت کردن با اشتیاق به دنبال ارتباط چشمی باشه، از دید مخاطب قابل باورتر، مصممتر و ماهرتره. ارتباط چشمی نیروی به شدت قدرتمنده، چون با نخستین الگوهای بقای بشر ارتباط داره. کودکانی که توانایی جذب و حفظ ارتباط چشمی داشتن و در نتیجه میتونستن توجهات بیشتری رو به خودشون جلب کنن، شانس بهتری برای سیر شدن و مراقبت داشتن. امروز نوزادان به طور غیر ارادی نگاهشون رو روی والدینشون قفل میکنن. قدرت اون ارتباط چشمی بچگانه هنوز اثر خودشو در ذهن بزرگسالان از دست نداده. ما هنگام برقراری ارتباط چشمی، صرف نظر از نوع و میزان اون، به طور خودکار به سیگنال هایی که ارسال و دریافت میکنیم اعتبار زیادی میدیم. اگر میخواید دوستانتون هم از این حقایق جالب با خبر بشن، پس حتما این برنامه رو با اونها به اشتراک بگذارید. حالا یه سوال. آیا شما میتونید با نگاه کردن به چشمان فردی به راستگو یا دروغگو بودنش پی ببرید؟ برای آشنایی با کارهایی که برای پولدار شدن نباید انجام بدید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه فوق‌العاده رو ببینید. یادت باشه، تنها محدودیت ما برای تحقق فردا، تردیدهای امروز ماست. پیروز و موفق و سربلند باشید.